سلام میکنم به همه دوستای خوبم خیلی خوش اومدید به کلاس درس امروز میخوایم با هم تمرین آخر فصل دوم کتاب درسی رو حل بکنیم و دیگه هر نکته در مبحث خازن اومده رو با هم یاد بگیریم تا با خیال راحت بریم سراغ فصل بعدی که فصل الکتریسیته جاری هست خب سوال میگه در این شکل که یک همچین آرایشی از خازن‌ها رو ما میبینیم انرژی ذخیره شده در مجموعه خازن‌ها رو یعنی در همه خازن‌ها با هم در حالتی که اولا کلید اس بازه یعنی همین حالت و ثانیا کلید اس بسته هست حساب بکنید خب اولین نکته ای که من میخوام بهتون اینجا بگم اینه که انرژی ذخیره شده در مجموعه خازن ها دقیقا برابر هست با انرژی خازن معادل یعنی اگر من این مجموعه خازنها ها رو بردارم و یک خازن معادل اینها رو خازن معادل البته باید حساب بکنیم جاش بذارم انرژی که در اون خازن معادل ذخیره میشه دقیقا برابر هست با انرژی که در مجموعه خازنها ها ذخیره میشه چرا چون انرژی که در یک خازن ذخیره میشه برابر هست با یک دوم Q ضرب در V این هست انرژی و خازن معادل تعریفش دقیقا اینه که اگر من به جای همه این مجموعه با هم یک خازن بذارم یعنی اینو تبدیل بکنم به یک همچین مداری که این هست 100 ولت یعنی دقیقا همین 100 و این هم هست خازن معادل دقیقا همون بار کیو روش ذخیره میشه و ولتاژش هم که همونه بنابراین انرژیشون با هم برابره پس شما این رو من میدونم که به خوبی یاد گرفتید و هیچ وقت فراموش نمی کنید که خازن معادل انرژی و بارش دقیقا برابر با انرژی و بار مجموعه ای هست که ما معادلش رو به دست آوردیم خب پس الان کارمون راحت شد ما برای اینکه انرژی ذخیره شده در این مجموعه خازن‌ها رو حساب بکنیم کافیه که بیایم خازن معادل رو حساب بکنیم پس بریم ببینیم در حالتی که کلید S بازه چه اتفاقی میافته در حالتی که کلید S بازه یعنی این سیم اینجاش قطعه و این یعنی که اصلا ما در این قسمت سیمی نداریم این دوتا دقیقا با هم معادلن یعنی وقتی یک کلید بازه یعنی اون سیم قطع و اصلا در مدار وجود نداره اما این سیم دیگه وصل من اشتباه پاک کرد خب یعنی مدار ما در حالت الف این شکلیه و بنابراین من میتونم الان خازن معادل رو به همون سبکی که جلسه قبل یاد گرفتیم حساب بکنم ببینید این دو خازن با هم موازی هستن درسته پس من میتونم در مرحله اول بیان بگم که مدار من این شکلیه یعنی این دو خازن و معادلشون رو بذارم که میشه سی تی سی 1 علاوه سی دو یعنی 6 میکروفاراد چون موازی هستن و این وصل به این 3 میکروفارادی و از بالا هم اینها وصلن به یک 12 میکروفارادی و یک 6 میکروفارادی و این مجموعه میاد از اینجا وصل میشه به یک خازن 9 میکروفارادی و کل اینها با هم وصلن به یک باتری دقت کنید که این دیگه سختترین سوالیه که شما در مورد خازن باید بتونید حل بکنید اما میبینید که خیلی برای شما ساده است پس ما اول از همه این خازن‌های موازی رو به جاش در این مدار یک خازن قرار دادیم خب مرحله بعد اینه که چیکار بکنیم بیایم کشف بکنیم کجاهای مدار خازن‌ها با هم موازی و کجاهای مدار خازن‌ها با هم سری هن. خب شما به من بگید این دو خازن نسبت به هم چه ویژگی دارن؟ آفرین این دو خازن سری هستن در مدار درسته چون از این دو نقطه که نگاه بکنیم مثل اینه که این دو خازن دقیقا پشت هم بسته شدن و یک بار روی اونها قرار میگیره چون هر بار منفی که اینجا القا بشه همونقدر مثبت میاد اینجا همونقدر هم منفی میاد روی این صفحه و مثبت روی این صفحه بنابراین این دوتا سریان و این دوتا همین بالا سریان پس ما میتونیم بیایم خازن معادل این دوتا رو پیدا بکنیم بذارید از این پایین شروع کنیم خازن معادل سری چجوری به دست میومد؟ جوری به دست میومد می که 1 به سی اتی باید مسابیه باشه با 1 به سی به علاوه 1 به سی دو. در نتیجه 1 به سی اتی اینجا مسابیه باشه با 1 سوام به علاوه 1 شیشم که این مسابیه هست با سه شیشم در نتیجه سی تی مساوی میشه با 6 سوم مساوی با دو میکروفاراد. پس این مجموعه رو من میتونم به جاش یک خازن دو میکروفارادی بذارم و این مجموعه رو هم میام اینجا حساب میکنم یک به سی تی اون مجموعه مساوی میشه با یک به 6 و علاوه یک به دوازده که مساوی میشه با سه دوازده هم. بنابراین سی اتیه من مساوی میشه با چهار میکروفاراد دوازده سوم درسته پس به جای این هم میتونم یک خازنه چهار میکروفارادی بذارم خب ما الان خیلی تو این مسئله خوب پیشرفت کردیم من الان میتونم این مدار رو یک مرحله دیگه هم سادش بکنم بذارید یک قسمتی رو اینجا ها پاک بکنم که بتونیم مدار رو بکشیم مرحله دوم ساده کردن این مدار تبدیل میشه به اینو میذارم یه چهار میکروفارادی مجموعه بالا رو مجموعه پایین رو میذارم یک خازن دو میکروفارادی و اینها همه میان با هم وصل میشن به یک خازن 9 میکروفارادی و اون میاد وصل میشه به یک باتری راسته خب حالا که این وصل میشه به یک باتری باید بریم یک مرحله دیگه هم این رو ساده بکنیم بگید ببینم در این مجموعه شما الان چیزی میبینید که سری یا موازی باشه تعریف موازی چی بود؟ تعریف دو خازن موازی این بود که سر سمت چپشون به یک نقطه و سر سمت راستشون به یک نقطه وصل باشه الان این خازن و این خازن سر سمت چپشون هر دو به یک نقطه وصله با سیم و سر سمت راستشون هم هر دو به این سیم وصله و بنابراین این دوتا هم با هم موازی هن. پس من میتونم این دوتا رو بردارم و به جاشون یک خازن بذارم که اندازش هست چهار به علاوه یعنی 6 میکروفاراد و بعد ببینید دقت کنید من الان به جای کل این مجموعه اون خازن رو میذارم و بنابراین از اینجا یک سیم میاد بیرون یعنی از اینجا میاد وصل میشه به این خازن 9 میکروفارادی و سیم این برای مجموعه هم وصل میشه به باتری که هست 100 ولت درسته؟ پس این هم مرحله سوم ساده کردن این مدار مرحله آخرش خیلی ساده است اینها دو تا خازنی هستن که پشت سر هم بسته شدن و بنابراین من میتونم یک خازن معادل اینجا بذارم که وصل به باتری 100 ولتیه منه این 100 ولت این هم سی T که این سی T رو هم من میتونم خیلی راحت با همون فرمولی که بلدم حساب کنم یک به سی مساوی میشه با یک ششم یک نهم که این مساوی هست با مساوی هست با فکر میکنم پنج هیجده هم چون این میشه سه هیچده هم این هم دو هیجدهم هم بنابراین سیتی من میشه هیچده پنجم یعنی این هست هیچده پنجم درسته؟ خب پس ما الان تونستیم خازن معادل این مجموعه رو حساب بکنیم که هست 18 پنجم این یکی از سختترین تمرین که شما در خازن معادل باهاش مواجه میشید و خوب یک بار مرور بکنیم چه کار کردیم ما اومدیم خازنهایی که اول از همه موازی و سری بودن با هم رو پیدا کردیم مثلا این دوتا با هم موازی و این دوتا با هم سری هن. بعد معادل این دوتا که یک خازنی بود به اندازه 6 میکروفاراد اینو بردارم اونو بذارم سری بود با این خازن 3 میکروفارادی و بنابراین من اومدم جاش یک خازن معادل گذاشتم بعد این دو مجموعه یعنی این مجموعه اینجا و این مجموعه بالا با هم موازی بودن که شد 6 میکروفاراد و کل اینها با این خازن 9 میکروفارادی من سری بودن و خیلی راحت من تونستم خازن معادلشون رو به دست بیارم حالا دیگه حساب کردن انرژی خیلی کار راحتیه چرا؟ چون انرژی که توشون ذخیره میشه برابر هست با یک دوم کیو وی که کیو خودش هست سی زب در وی یعنی یک دوم سی وی به توان دو الان ما سی رو داریم هیچده پنجم می میکروفارات واحد ها رو فراموش نکنید درست کنید وی هم که از صد ولت و خیلی راحت انرژی رو به دست میاریم من دیگه عدد آخر رو حساب نمی کنم خودتون میتونید خیلی راحت حساب بکنید خب حالا بیایید حالتی رو در نظر بگیریم که کلید اس بسته است کلید S بسته است یادتونه که کلید اس اینجا بود یه همچین شکلی ما اینجا داشتیم وقتی کلید S بسته است یعنی این سیم در مدار وجود داره پس شما اول از همه یادتون باشه که کاربرد کلید در مدار چیه کلید وقتی بسته باشه یعنی اون سیم دیگه در مدار هست خب وقتی که کلید اس بسته است و این سیم در مدار وجود داره یک اتفاق خیلی جالب میفته که در خیلی از مدارها میفته و شما اینو میتونید امروز برای همیشه در زندگیتون یاد بگیرید ببینید اینجا چه اتفاق جالبی افتاده این سر سمت بالای این خازن 9 میکروفارادی رو در نظر بگیرید این میاد میاد وصل میشه به این سیم و اینجا وصله به این سیم و در همه این نقاط یک سیمه و میاد و بر میگرده به سر سمت چپ یعنی چی؟ یعنی اینکه سر سمت سر بالای این خازن و سر پایین این خازن با سیم به هم متصل میشن اگر این کلید بسته باشه و ما میدونیم که در همه نقاط یک سیم پتانسیل الکتریکی برابر هست ویدئوهای چند جلسه قبل رو من مطمئنم شما دیدین و میدونید که در یک سیم پتانسیل الکتریکی همه جاش برابره چون اگر اینجوری نباشه الکترون ها میتونن آزادانه برن به سمت پتانسیل بیشتر انقدری که دو پتانسیل با هم برابر باشه بنابراین پتانسیل این نقطه A ای من هر چقدر باشه پتانسیل این نقطه هم دقیقا همون VA و بنابراین اختلاف پتانسیل دو سر خازن صفر و بنابراین باری که روش ذخیره میشه یعنی Q برابر با CV برابر صفره چون اختلاف پتانسیلی دو سر خازن نیفتاده در این حالت اصطلاحا ما میگیم خازن یا اون ای که اختلاف پتانسیل دو سرش برابره اتصال کوتاه شده پس اتصال کوتاه یا به انگلیسی شورت سیرکت به چه معنیه؟ به این معنیه که دو سر یک قطعه مدار با سیم به هم متصل شده باشه و در نتیجه اون قطعه انگار اصلا در مدار وجود نداره و من میتونم کلا این قطعه رو از مدار حذفش بکنم چون هیچ نقشی در مدار من نمیتونه داشته باشه وقتی که هیچ پتانسیلی دو سرش نیافته هیچ حرکتی هم نمیتونه بکنه و این مدار من کلا تبدیل میشه به این یعنی شما میتونید فرض کنید اصلا این قسمت در مدار نیست و مدار من همین یک قسمت و در این صورت خازن معادل این مجموعه رو که من بخوام حساب بکنم خیلی کارم از دفعه قبل هم راحت تره چون من الان مثل اینه که این مجموعه رو که حساب کردم این مجموعه بالا حساب کردم و فقط این خازن رو اینجا ندارم و اینها میاد صاف با سیم وصل میشه به باتری من و بنابراین دوباره این نه رو اینجا ندارم و فقط یک خازن 6 میکروفارادی هست درسته؟ و بنابراین خازن معادل من میشه 6 میکروفاراد پس یادتون نره وقتی که دو سر یک قطعه از مدار با سیم به هم وصله اون قطعه از مدار حذف میشه کلا چون پتانسیلی دو سرش نمیفته که بخواد از خودش کاری نشون بده هیچ باری روش ذخیره نمیشه و بنابراین مدار من تبدیل میشه به همین یک مدار و میتونید خیلی راحت شما مرور بکنید و ببینید که ما چه جوری خازن معادل این مدار رو حساب بکنیم و ببینیم میشه 6 میکروفاراد و بنابراین انرژی که در این مدار در حالت بسته بودن کلید S ذخیره میشه هست یک دوم 6 میکروفاراد ضرب در 100 به توان دو که اینو شما میتونید خیلی راحت حساب بکنید خب خیلی هم خوب ما اینجا چند تا نکته رو با هم یاد گرفتیم که من خیلی سریع میخوام براتون مرور بکنم اول از همه یاد گرفتیم که بذارید اینجا رو پاک بکنم یاد گرفتیم که انرژی که در مجموعه چند تا خازن ذخیره میشه برابر هست با انرژی که در خازن معادلشون ذخیره میشه ثانیاً یاد گرفتیم که اتصال کوتاه یعنی چی یعنی وقتی من یک قطعه دارم که مهم نیست چیه خازن مقاومت حالا خواهیم دید چیه یا هر چیزی که دو سرش با سیم به هم وصل شده و اینجا ما حالا دیگه قطعات دیگه داریم این قطعه کلا در مدار وجود نداره اصطلاحاً میگیم اتصال کوتاه شده و همینا رو یاد گرفتیم دیگه آها اینو هم یاد گرفتیم که کلید باز و بسته بودنش به چه معنیه باز بودن کلید یعنی اون سیم در مدار نیست بسته بودنش یعنی اون سیم در مدار هست خب خیلی هم خوب حالا که اینها رو یاد گرفتیم آماده ایم بریم تا فصل الکتریسیته جاری رو با هم شروع بکنیم در جلسه بعدی میبینم اتون خداحافظ